آسیایی ها نیز روند افزایش جهانی سهام را نصف تجربه کردند و بازده اوراق قرضه ایالات متحده با کاهش ترس از تورم کاهش می‌یابد. با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز جمعه 11 ژوئن 2021 باید بدانید. بازده اوراق قرضه ایالات متحده در روز جمعه به کمترین میزان 3 ماهه کاهش یافت و بخشی از بازارهای آسیا در روز جمعه افزایش یافتند، زیرا سرمایه گذاران نشانه های خوبی را در داده های تورم ایالات متحده مشاهده کردند تا عقاید فدرال رزرو مبنی بر گذرا بودن آن را تایید کنند. برخی از اقتصاددانان میگویند که افزایش نرخ بهره مصرفی منعکس کننده تهدیدات کوتاه مدت مربوط به بازگشایی اقتصاد است و به نظر میرسد بسیاری از سرمایه گذاران اطمینان دارند که فدرال رزرو به طرز ماهرانه ای از رشد اقتصادی بهره میبرد، حتی در مورد چگونگی تعریف گذرا بودن آن. داده های منتشر شده نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده پس از رشد 4.2% در آپریل بزرگترین افزایش سالانه خود از آگوست 2008 را با 5% نشان داد. با این حال سهم بزرگی از این افزایش رشد قیمت بلیت هواپیما و خودروهای دست دوم بود که برخی از تردیدها را در مورد فشارهای تورمی ایجاد کرد. همزمان داده های وزارت کار ایالات متحده همچنین پایین ترین سطح ادعاهای جدید برای دریافت مزایای بیکاری در حدود 15 ماه گذشته را نشان داد. در معاملات صبح در آسیا نیکی ژاپن سودهای اولیه را رها کرد تا 0.1% کاهش یابد و شانگهای 0.3% از دست داد، اما هانگ سنگ 0.4% بالاتر به کار خود پایان داد. راب کارنل اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در آی‌ان‌جی در سنگاپور گفت داده های شب گذشته شاهدی است بر اینکه نشان می‌دهد تورم نه تنها در حال افزایش است بلکه چیزی بیش از اثرات گذرا است. اما بانک فدرال که هفته آینده تشکیل جلسه می دهد انتظار نمی رود که با داده های کنونی تغییری در سیاست های خود ایجاد کند و فعالین بازار در حال حاضر این را قبول کردند. در دیگر بازارها کسپی سئول 0.3% افزایش یافت، سهام استرالیا 0.1% و با عقب نشینی شرکت های اصلی مصرف کننده پس از 2 روز رشد متوالی سهام بلوچیپ های چین بیش از 1% کاهش یافت. رشد گسترده وام و اعتبار در چین در ماه می همچنان به کندی ادامه یافت، زیرا بانک مرکزی این کشور به دنبال مهار مشکل بدهی‌های معوقه در دومین اقتصاد بزرگ جهان است. لاری هو اقتصاددان در هنگ کنگ گفت به دلیل رشد خوب تقاضای خارجی تأثیر منفی ناشی از کاهش سرعت اعتبار باید در 3 تا 6 ماه آینده خوب شود. این عمدتاً به لطف تقاضای بیشتر خرید از ایالات متحده است. در روز پنجشنبه سهام ایالات متحده رشد خوبی داشتند. S&P 500 با افزایش 0.5% به 4.239 در بالاترین سطح تاریخی جدیدی قرار گرفت. میانگین صنعتی داو جونز 0.1% و نزدک 0.8% افزایش یافتند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پایین ترین سطح 3 ماهه را در 1.4336% تجربه کرد. بازده اوراق قرضه 30 ساله نیز در 2.1270% بود که پایین ترین سطح از 26 فوریه است. با کاهش انتظارات تورمی فاصله بین بازده 2 ساله و 10 ساله نیز به کمترین حد خود از اواخر فوریه رسیده. با پایین آمدن بازده اوراق قرضه دلار سقوط کرد و شاخص دلار با 0.1% کاهش به 90 واحد پایه رسید. یورو با 0.1% افزایش به 1.2183 دلار رسید، اما ین ژاپن با ضعف دلار به 109.40 بازگشت.
امید به تقاضای اقتصادی شدید پس از گزارش ادعاهای بیکاری ایالات متحده، قیمت نفت در روز پنجشنبه را به بالاترین سطح 2 ساله فرستاد. اما در ساعات آسیایی قیمت جهانی نفت برنت در 72 دلار در هر بشکه 0.6% کاهش در روز را شاهد بود و نفت خام امریکا با 0.5% افت به 69 دلار و 90 سنت در هر بشکه کاهش یافت. هر اونس طلا نیز با 0.3% افزایش به 1903 دلار در هر اونس رسید. در تقویم اقتصادی امروز همه تمرکزها بر روی بریتانیا خواهد بود، جایی که همزمان با برگزاری نشست 7 کشور صنعتی داده‌های تولید ناخالص داخلی آن نیز باید منتشر شود. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما رو به آدرس @proeskisnews دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.